سلام و تحیت و شاد باش و تهنیت و مژدگانی ما به مناسبت موکب بهار که در راه هست. شاه و شاه بانوی بهار از راه میرسن با هزاران هدیه و تحفه های رنگین برای قافله زیبایی و دانایی و نیکویی. اگر ما انشالله پیوسته در همین قافله باشیم، این هدیه ها به ما میرسه. امسال سخن تازه‌ای اگرچه نیست، ولی هر سخنی رو وقتی برای اولین بار دارید شما میشنوین با آخرین بار تفاوت داره، که شما در هر زمانی یه گوینده دیگه است. من اونی که پارسال بودم نیستم، اونی که سالهای گذشته بودم نیستم، امروز هستم. امروز عاشق زیبایی و دانایی و نیکویی است که با شما صحبت میکنه و ستایشگر همه برکات زمینی و آسمانی است. بنابراین اگر هر بار دیگر این غزلیات و این شعرها و این سخنان و این پندها و اندرزها تکرار بشه، هیچ اشکالی نداره، برای اینکه ما مستغرق در این دریای فرهنگ هستیم و هر بار به گونه دیگری بر ما ظاهر میشه. حتی بعضی گفتن از حکمای قدیم که هیچ چیزی تکراری نیست در عالم. گفتن که شما نمیتونید دو بار در یه روز خانه شنا بکنید. چرا؟ برای اینکه این غیر از اون روزخانه است. اون که شنا کردید دیروز دفعه دوم توی روزخانه دیگه است. آبش عوض شده، تغییراتش عوض شده. بنابراین من عوض شدم، شما عوض شدین، هوا عوض شده، فضاهای اجتماعی عوض شده. بنابراین هیچ تکراری نیست. امروز یک غزلی از مولانا که واقعا هدیه جهانیه، نه فقط به ایرانیان، به هر کس که اندیشه و شور و عشق در سرش باشه هدیه داده. و به قول فکر میکنم این از سر فیلیپ سیدنی، این سخن از سر فیلیپ سیدنی است که گفته که درسته که زیبایی در طبیعت خیلی هست، دلبری و رنگ و طرح و نقاشی خیلی هست، اما به ادبیات نمیرسه. ادبیات از بلبلی صحبت میکنه که شما اینو بر سر درخت نمیبینید. درسته که اون بلبل هم هست، اونم منبع الهام میشه برای شاعری، برای هنرمندی، برای آهنگسازی، اما Earth has not anything to show more fair. این شعر که از ویلیام وردزورث هست، سخن این است که چیزی از این زیباتر نیست. تنها چیزی که از طبیعت زیباتر هست شعر شاعران درباره این طبیعته. و این رو توضیح داده که شما درسته که بلبل در طبیعت خیلی هست، ولی این بلبلی که بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی میداد دوش درس مقامات معنوی، این بلبل فرق میکنه. اون بلبلی که Ode to the Nightingale اثر جان کیتس، که اون بلبل چه داره میگه؟ اون یک درجه میگن ترانسندنتال اوتلوک، که شما نسبت طبیعی دارید، از طبیعت یک پرواز میگیرین. و ما میخواییم که این پرواز رو امروز با غزل مولانا، و البته ممکنه که اینا انقدر همه عزیز و نازنین هستن، از شکسپیر و ویکتور هوگو و گوته و اینها، از همه اینها اگر تونستیم بیتی اشارتی میاریم.
من از رو که میخونم معنیش نیست که حفظم نیست، ولی میخوام از رو بخونم که یه وقت بیتی جا نیفته و کامل باشه. اگر نه اینا ما با این شعرها بزرگ شدیم و اینها یه جزئی از وجود ماست. ای برادر تو همان اندیشه ای، من همون شعرم، من همون موسیقی هستم که شنیدم، من همون زیبایی هستم که دیدم و فهمیدم. برابر این ما لحظه به لحظه رشد میکنیم با دریافت هایی که از طبیعت، از ادبیات، از هنر میگیریم. فصل بهار آمد ببین، بستان پر از حور و پری. بلا فاصله عالم رو پر میکنه از وصافات صفا و صف فرشتگان که بستان پر از حور و پری. حور به سیاه چشمان میگن و پری همونیست که فرنگی ها فری میگن بهش، که یعنی اینو فرشتگانی که معتقدن که در جنگل ها و در جاها برای آدم های خوش‌ذوق ظاهر میشن. فصل بهار آمد ببین، بستان پر از حور و پری. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. چنان است که سلیمان بهار عرضه کرده، چون وقتی سلیمان خواستان ببینه تمام دیوان و ددان و پرندگان و خزندگان و آدمیان و خدمتگزاران همه رو سان میدید و انگشترش که نشون میداد اینا همه صف میکشیدن. این انگشتر در واقع امروز اگه بخوایم تعبیر بکنیم انگشتر فناوری در ادبیات، در فرهنگ جهانی که همه رو احضار میکنه. صدای شما رو در استرالیا احضار میکنه، صدای اون رو، عکس او رو. اینها در واقع سلیمان علم و سلیمان دانایی تبدیل شده و چقدر لذت بخشه که ما بر تخت پادشاهی نشستیم. الان مردم خبر ندارن، فکر کنن یعنی ما فقیریم، اما هیچ کس از ما غنی‌تر نیست الان که همه کتاب‌های دنیا در اختیار ماست، همه موسیقی‌های خوب دنیا از کنسرت چیزهای وین گرفته، وین و آلمان گرفته تا یونان و هند و برسیم به در ایوان تاج محل که اون برای خود ما یک سالی این سیتاری زدن که هوش از سر ما پریده بود، یه ماشین هم گذاشته بودن که هر کی بیهوش شد ببرنش بیمارستان. و من یادم هست که شاید 3 ساعت یا بیشتر ایشون نوازنده بود، نوازنده یک نواخت و هیچ کس خسته نمیشد، هیچ کس ملول نمیشد. حالا این سلیمان، سلیمان فناوری در اختیار ما هست الحمدلله و ما هممون ثروتمندیم. هیچ کس را نشاید که دم از فقر و ناداری بزنه، در اینکه ما یه همچین امکاناتی داریم. حالا البته اون اگر غارتگرانی در عالم هستند و راهزنانی هستند و نیازهای روزمره مردم رو اون جای خودش هست، اونها رو هم باید با همین وسیله نشون دادن انگشتر سلیمان هدایتشون بکنیم که عزیز من این کارت هیچ سودی برای تو نداره، چون میخوان سود ببرن دیگه، نمیبرین سود رو. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. رومی رخان ماهوش، رومی ها خب سفید بودن مثل ترکان که در فارسی هم اون وقتی میگن ترک یعنی زیبارو اصلا. رومی رخان ماهوش زاییده از خاک حبش. توجه کنید معجزه رو و اعجاز رو، بعد میگن آقا معجزه چه دیگه نمیشه. یک کسی نوشته بود که از وقتی که بشر یادداشت میکنه و کتاب مینویسه اینا دیگه هیچ معجزه رخ نمیده، اتفاقا لحظه به لحظه معجزه رخ میده. و این معجزه ها حتی در ظهور اون کتاب ها، خود کتاب یکی از معجزات بزرگ بشریته که شما رو بعد از بدون توجه به فاصله که از اینجا تا یونان چقدر راه است،
از اینجا تا 1400 تا 2400 سال پیش چقدر فضا و مکان هست، شما رو میبره در حضور افلاطون و افلاطون برای شما توضیح میده که داستان از این قراره. من دارم مرد زنده میشه و صحبت میکنه برای شما. زاییده از خاک حبش چون نو مسلمانان خوش. آدم وقتی تازه مسلمان میشه نشاطن فی خدا داره، یعنی یه نشاطی پیدا میکنه. مسلمان نه این معنی ظاهری که هست، مسلمان یعنی که تسلیم میشه به درون خودش و فطرت خودش و اون چی که خداوند به او هدیه کرده و به اون عهد الهی خودش که شامل همه برکات عالم هست. فرشتگان اگه ببینن، من در یه جایی نوشتم که اگر که این فریادی که رستم کشید بر سر ارژنگ دیو، این فریاد رو فرشتگان شنیدن، همه سجده کردن که این آدمی است که فریاد میکشه بر سر هر گونه شرارتی، هر گونه زشتی، هر گونه نادرستی، هر گونه دروغ، این آدم و این فریاد شنیده میشه در عالم، همچنان شنیده میشه و بعد فرشتگان به سجود میان و حتی شیطان زیر لب میگه که باید سجده میکردن. این نگاه کن در این رستم رو و این آدم رو، حتما باید سجده میکردم یا حواسم نبوده که این چه مقامی داره. گلزار بین، گلزار بین، در آب نقش یار بین، وان نرگس خمار بین، وان قنچه های احمری. حالا دیتیل میره تو دیتیل جزئیات چه بیان میکنه. آن نرگس خمار بین، وان قنچه های احمری، گلبرگ ها بر همدگر افتاده چون افتاده بین چون سیم و زر. دکان زرگری ها و اینا رو بسته دیگه، گفته بیا تماشا کن ببین چه سیم و زری کرده، چه اینا رو طراحی هایی کرده. و گلبرگ ها بر همدیگر افتاده هم چون سیم و زر، چون بیشتر سفید و زرین هستن. آویز ها و حلقه ها، یه حلقه از این رو شده، از اون رو زن شده، برگ، گل، تمام اینا هر کدومشون با یک شیدایی و شیرینی به هم پیوند خوردن. آوازها و حلقه ها دیده از گاه زرگری. به قول مولانا، در میان خون و روده فهم و عقل، جز افضال سنتان کرد نقل. که وسط آلودگی و وسط چیز یه مرتبه در عالی ترین درجه از فهم و آگاهی انسان حرف میزنه در همون موقع. در جان بلبل گل نگر. حالا مرحله بعد از طبیعت ترانسند میکنی، شما میری بالاتر. طبیعت رو دیدی، بلبل رو دیدی، حالا ترانسندنتالیسم امرسون یا ترانسندنتالیسم همه شعرها که اونا از طبیعت ترانسند کردن، درست طبیعت رو تقلید میکنن. این تقلید هم که ارسطو گفته که تعریف میکنن، گاهی هم اعتراض میکنن بر ارسطو، برای اینکه نمیدونن که منظورش از تقلید چی بوده. شما اینو میبینی در طبیعت و وقتی که میکشی یه چیز دیگه است. وقتی که میکشی این جوهر انسانیت بهش اضافه میشه و تقلید الهام در واقع ما از اون میگیریم و بعد متوجه میشیم که این چجوری بوده. ما 100,000 سال پیشترش رو هم میبینیم که انسان میبینه و اون طبیعت یه صحنه‌ش بیشتر نیورده رو سن. در جان بلبل گل نگر، پس گل به عقل کل نگر. وقتی این رو دیدی، اگر که قلب بلبل رو بشکافن و بشکافن و بشکافن، اون تا یه دونه عکس بلبل هست که اون به عشق این داره میخونه. در جان بلبل ما هم همینطور، وقتی که یه عاشقی عاشق معشوقش هست و داره شعر میگه و موزیک میسازه، در جان اون عشق رو تو میتونی ببینی که این عاشق کی شده که داره این شعرها رو میگه، داره این آهنگا رو میسازه. در جان بلبل گل نگر، و از گل به عقل کل نگر.
یعنی تو میفهمی که پس عجب، پس این اگه هست اینجا عقل هست، شعور هست، آگاهی هست، پس یه عقل کلی هست که در کل عالم سرایان داره. پس گل به عقل کل نگر، از رنگ در بی رنگ روش، این رنگ اون رنگ اون رنگ اون رنگ، پس اینا که پس یه چیزی هست که هیچ رنگی نداره که میتونه همه رنگ ها رو تولید بکنه. اگه سرخ بود خداوند، اگه زرد بود زرد تولید میکرد، اما چون هیچ رنگی نداره، چون پسری نداره پسر درست میکنه، دختر درست میکنه، جفت درست میکنه، چون جفت نداره، هر چیزی که درست کرده جفت درست کرده. و از رنگ در بی رنگ رو پر تا بو که آنجا ره بری، گل عقل غارت میکند. همین گلی که نگاه میکنی عقلت رفت به باد دیگه. خیال نکن این تصور این که بتونی اینا رو دیزاین بکنی و بگی که من اینو در چارچوب فرمول های، هیچ فرمولی نمیتونی بنویسی که این عطر این گل و خاطراتی که از ازل تا ابد رو برش شامل میشه، نمیتونی از تو این گل در بیاری. علمم یه چیزی اینجا وسط، در این وسط باستاده داره لبخند میزنه که عجب لبخند جوکند میزنه، که اتفاقا همون لبخند جوکند هم همین داره میگه. یعنی لبخندیست که میگه ها دیدی؟ هی نگاه میکنی، شما دوباره نگاه میکنی، دوباره نگاه میکنی، اونم داره نگاه میکنه. هر بار شما یه نگاه تازه میبینید در اون لئوناردو داوینچی. یک معجزه ای درست کرده اونجا که نگرش اون آفریدگار کل داره از چشمهای اون دختر داره نگاه میکنه، داره نگاه میکنه و یه لبخند خیلی لطیفی هم زده که نه آشکار نه پنهانه. خیلی لذت بخش دیدن اون تصویر، دیدن اون لحظه ای که این ترانسند کرده. درست اون دختر رو نشونده اونجا چندین بارم اینا، از اون الهام گرفت، ولی این اون نیست. گل عقل غارت می کند، نسرین اشارت می کند، که اینک پس پرده است او کو می کند صورتگری. فکر نکنی که نیست، اینا پشت پرده اگه دقت بکنی پشت پرده می تونی ببینیش. ای صلح داده جنگ را، به آب داده سنگ را. دل سنگ یه مرتبه درست از زمین حوادثی رخ میده، ولی ما اینش که در بیرون میبینیم اینه که از وسط سنگ، از وسط سنگ میزنه بیرون، آب میاد و چشمه آب زلال میاد بیرون. وی آب داده سنگ را، چون این گل بدرنگ را. گل معمولا به سیاهی معروف است. گفت از قعر گل سیاه تا اوج زحل. گل سیاه از وسط دل سیاه سبز در میاره، زرد در میاره، سرخ در میاره، شیدهای گوناگون که صد هزار چیزه. باید از گوته پرسید، استاد این گوته است که چقدر روش به رنگ ها کار کرده و چقدر حرفای جالبی زده که باید خوند که باید گوته رو شناخت کنه. خیلی رنگ بارنگه گوته. چون این گل بد رنگ را در رنگ ها می آوری، گر شاخ ها دارد پری، یعنی طراوت و بر سر دارد سروری، بر گل کند صد دلبری، ای جان تو چیز دیگری. دلبری علاوه بر زیبایی، چهره شما نگاه میکنین و هضم میکنین از چهره، ولی یه اشاره هم میکنه گاهی اوقات با لبش، با نگاهش، با ابرو، اینا اون اشاره است که عشق تولید میکنه. بر گل کند صد دلبری، چون دلبری یعنی همین این کار دلبری، ای جان تو چیز دیگری. چه جای باغ و راغ و گل، مرتع و چراگاه و باغ و سبز و اینها، چه جای اون؟ چه جای نقل و جام مل، سیوینگ نیبر که با هم با شرابشون بخورن؟ اینجا جای اون نیست، این غرق میشی شما در اون دریافتی که میکنی. چه جای روح و عقل کل، بگی آقا من به عقل از همه اینا برتر میری، یعنی جای اینا نیست، که از جان جان هم خوشتری. عجبا که اینها گاهی اوقات مولانا یه ریتم رو میزدن، ریتم نشانه شادیه،
و اون شادی برای شاعر از یه جایی به خصوصی میاد، شادی درک همین نکته است که پشت پرده یکی از واسطه داره نگاه میکنه، این بزرگترین شادیه. از شادی آدم پر در میاره وقتی میفهمه که عجب یه نفر هست اینجا در پس پرده، اینجا کسیست پنهان، تنها مگر خود را. بنابراین بهار یه نامه بلند بالایی است که خداوند هستی نوشته، همه چیزا رو، عشق بازی ها رو، این چیزا رو اونجا تو اون نامه آورده. یکی چون یه نامه کوچیکی نیست که اینا، تا هر چی بری جلوتر و شب بشه و روز بشه تمام اینا رو میبینی. ای بهار تو نامه‌ای هستی که من برای اون می‌نویسم. اونو کوزت ماریوس برای کوزت می‌نویسه که ای بهار تمام بهار رو من به عنوان یه نامه برای تو می‌فرستم که این شرح جمال خودت رو بخونی اینجا. ما تبریکمون همون ادبیات، همون هنر. چه تبریکی بالاتر از شعر سعدی و نظامی و فردوسی و شکسپیر و گوته و ویکتور هوگو که گفتش که تو کمپان سه تو پردانه، تو کلمه میگه دل آدم شاد میشه. تو کمپان یعنی وقتی فهمت کمه، اگه فهمت زیادتر شد تو کمپان سه تو پردانه، این همه رو میبخشی، کینه ها از دلت میره، که برای اینکه میفهمی که این نقش کلشی بوده و اگه همه رو فهمیدی تو کنفرانس تو پردانه. برابر این ما از این هدیه ها برتر نیست در روی زمین، و اگر میخواییم سودی ما ببریم، سودی این همه جواهر با جمع بکنی شما و یه نفر رو بیارین پارو بکنن، به قوله بعضی از موبایل تبلیغات چی ها اینا میگن پول پارو میکنه، شما جواهر از نظامی که میخونین جواهر پارو میکنین. سعدی، حافظ، مولانا، نظامی، اینها جواهر داریم پارو چیز میکنین، پارو میکنین. و ما از اینها در یه جایی من نوشتم که اگر ما فقیریم میخواییم یه جایی بریم هدیه بدیم و پولی هم نداریم، سکه هم نداریم، چیز قیمتی هم نمیتونیم بخریم، دوست شعر نظامی رو اگر بخونی این از همه اون ثروت ها بالاتره، از همه اون هدیه ها که بر سر در پای عروس میدن، این رو در دل عروس شما اگه جا بدین، اگر 4 تا 5 تا 10 تا شعر از نظامی در دل عروس جا بدین، اینه اون هدیه بزرگ. و ما سود ما در اینجاست. عجیبه که آدم ها با اینکه همش صحبت سود و زیان میکنن، ضرر میکنه، سود داره، سود داره، سود نداره، ولی اصلا به سود خودشون کار نمیکنن، ضرر در ضرر. بل عصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و زمان و روز و شب که همتون زیان میکنه. فقط کسانی که ایمان میارن به زیبایی، به دانایی و نیکویی، این سساست که جاودانه است، این سساست که تا ایترنیتی شما رو همراه میکنه، این سساست که اسکندر با خودش برد، اون چیزا که با خودش نبرد مردم دیدن، اینا چیزاییست که میمونه برای شما، شما میمونی برای یکی دیگه، اونم میذاره برای یکی دیگه. به هیچ کس هم چیز وعده وفا نمی کنه. اصلا این عالم عالم وفا نیست، اصلا عالم نقش وفا بر سر یخ میزنه. ما یک مختصری در این آغاز سال نو کوتاه سخنی داشته باشیم در این که سود ما در چیه، زیان ما در چیه. دنبال سود باشین. این همه شرکت ها در دنیا هستن، همه شون میخوان اون خط سودشون رو بیارن بالاتر، یه درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر، بگن افتخار ما اینه که از اینجا به اینجا رسیدیم. در صورتی که شما یه وقت نگاه میکنیم اینه که هیچی نداریم. در یکی از فکر میکنم یشت های زردشت آمده، یا هر جای دیگری در کتاب های زردشتی آمده، که روزی که انسان در از این عالم میره، اگه میخوان بفهمه که من چقدر دارم، اونو که میذاره که حالا اون خودش هم از دیگران گرفته یا تولید کردن، ولی اونجا میفهمه من چه ثروتی دارم یا ندارم. اگر در طولش نگاه میکنه که اون روز
اون کودک یتیم رو من یه خنده‌ای بر لبش آوردم، دلش شاد شد. اون پدر رو که بر نگران دخترش بود، من یک سخنی براش گفتم یا یک شعری براش خوندم که این حالش خوش شد. یا درهم و دیناری اگر داشتم به او دادم، این داره. یعنی هیچی گم نمیشه. یعنی گفتم که حتی خدا هم نمیتونه این از شما بگیره، چون این کار کردی شما. کرده که ناکرده نمیشه. شما اگه یه سکه، هزار تا سکه بندازید توی بانک فلان حرفا، بعدم یه وقت بانگی برآمد خواجه مرد، اون سکه ها میمونه، معلوم نیست به کی برسه اینا. ولی اگه یه سکه رو انداختید تو قلک یه کسی، تو دل زندگی یه کسی که شاد شد و خوشحال شد، این ثبت شد در برای ابدیت در چیز تو، در نام، در نامه اعمال تو ثبت شد. بنابراین ما سود ما در چیزهای موندگاره. مسلمه که به قول مولانا، آب خواهی صاف خواهی تیر رو، چون نمیماند دمی از بی مگو. نمیمونه خب، وقتی که نیست. چیزی که الان هست ولی بعدا نیست، همه الان نیست. کل شیء سوف یأتی فهو آت. اون چیزایی که بعدا خواهد اومد اوردی اومده. اون مرگ و اون جدایی و هیل بینهم و ما یشتهون، اون که حائل میشه بین شما و همه مشتهیاتتون، اون که فکر میکنی که بعدم میاد، نه همه الان اومده، حالا ممکن 10 سال دیگه باشه، نه همه الانه. اما این چیزیست که هیچگاه از تو نمیتونم بگیرم که تو این دل رو شاد کردی، این علم رو آموختی، این سخن رو زنده کردی، این کتاب رو نوشتی، این هنر، اثر هنری رو. این چقدر سعادتمند بوده هندل که وقتی این آهنگ رو میسازه، آهنگ مسایا رو میسازه، گر نشسته بوده از شادی گریه میکرده. اون پیشکارش فکر میکنه که چی شده اینا، میپرسه استاد چی شده گریه میکنی شما؟ گفت برای اینکه من بهشت رو دیدم، این آهنگ رو نوشتم. این شرح جمال بهشته، شرح جمال زیبایی هاییست که ما در پیش رو داریم. به قول یکی از، فکر میکنم از ستایشگران شومان یا شوبرت، اینا گفتن که هیچ کس به اندازه موزارت اون چرا که ما به تمسش داریم میریم بر ما توضیح نداده. اون گفته که ببین چه خبر، ببین اونجا روی موسیقی راه میری، اونجا روی دوره میفاسولاسی راه میری، روی رقص حرکت میکنی، تمام وجد و شور و نشاطه. ما امسال بیایم یه خورده به سود و زیان فکر بکنیم که این سود داره یعنی چی؟ چه سودی داره؟ هر چیزی رو در نظر بگیریم، میبینیم نه این سود نداره، شرمندگی داره. چه بسیار کارها که آدم ها میکنن. اخیراً یه مطلبی نوشیم که این هیچ شکنجهی در عالم بدتر از شرمندگی نیست. برای اینکه میکشه آدم ها رو، دیده شده که آدم هایی از شرم سرشون کردن پایین، دیگه بالا نکردن. یعنی چیز انسان قاتل همه هویت آدمیزاد شرم. بنابراین فکر بکن سود اون چیزیست که مایه سربلندی و شکوه و عظمت انسانی باشه. آدم باید وقتی راه میره، من اینو همیشه اشاره کردم که راه که میریم باید معلومش که آدمیزاد داره راه میره، گاب نیست، گوسفند نیست، چطور نیست، این آدمیزاد با شکوه ایمان، با شکوه اعتقاد به این ابدیت، به اینکه من حالا 4 روز اومدم اینجا، پادشاه معلومه که این قراره که یه جایی تختش یه جای دیگه گذاشتن، حالا اومده اینجا داره رد میشه. ما بایستی که راه رفتنمون، اینکه در زیبایی گفتیم، زیبایی رو وارد جزئیات زندگی باید بکنن. زیبایی یک شب راه رفتنه. آدمی که با ادبیات آشنا میشه، با موسیقی آشنا میشه، با حکمت و معرفت آشنا میشه، عشق میورزه و شفقت و محبت و مهربانی داره، این آدم فرق میکنه. راه رفتنش لکلوک راه نمیره با چیز، حرف زدنش هم فرق میکنه.
با شوع و عشق و زندگی حرف میزنه. ما اولا باید خودمون سرمایه دار بکنیم و بتونیم ببخشیم به چیزهایی. من توصیه هم به همه عزیزان، به خودم، به همه عزیزان اینه که ما باید که سرمایه گذاری بکنیم. مادر من یکی از سرمایه دارترین چیز بود، افراد خانواده بود، برای اینکه هر کس می اومد یا هیچ کس مایوس نمی کرد، یه شعری برای اون می خوند، یه مطلبی برای اون می گفت، یه آیه از بایبل، از که بایبل هم تمام زیر زبر کرده بود، اینها این قصه ها رو برای بچه ها تعریف می کرد. این سرمایه دار بود. چنین مردم می ترسن که ما 4 روز دیگه پیر میشیم، اینا هیچ کس به ما توجه نمی کنه. خب برای چی توجه بکنه؟ مردم به زیبایی دان و نیکویی علاقه دارن. تو اینا رو از خودت دور نکن. وقتی که مصاحبتت با زیبایی و دانایی نیکویی دائم شد، اون وقت هر چی که حرف بزنی یا از زیبایی یا کار خیر و خوبه که اونم انقدر زیباست که حیرت میکنه آدم، که هضم میکنه آدم، دلش میخواد تعریف بکنه. همیشه آدم باید کارهایی رو بکنه که دلش بخواد که برای یه عده تعریف بکنه که من این کارو کردم، نه اینکه 3-7 تا چیز قایم بکنه، پنهان بکنه و روش نشه که اینها رو به زبان بیاره یا به شکل یا عکس بگیره، اینها نباشه. برابر این سرمایه گذاری رو من توصیه میکنم. البته تمام توصیه های ما در همین جهت بوده، ولی امسال تأکید میکنم روی اینکه ما بیاییم قصه های جهان رو بخونیم. قصه های جهان یکی دوتا هم نیست. این تو فکر نکنین که حالا الان میخونی تموم میشه میره. هر چی قصه خوب بخونی باز یه قصه دیگه هست، باز یه قصه دیگه هست. و این قصه ها Ocean of Stories، اقیانوس داستان هست، که هم کتاب رو من در اساتید در هند دیدم و هم بعد دیدم که ادبیات خودمونم همینطوره. کلیرودمنه 40 تا داستان فقط در کلیرودمنه هست که آدم هضم میکنه. یکیش من حالا نقل بکنم، یکیش قصه اون دوستیست که آمده بود توی خانه‌ای، یعنی پرید ناگهان. یه زنی بود که با شوهرش قهر کرده بود و هرچه ناز میکشید و اینا مشکلش حل نمیشد، تا اینکه یه شبی دوست حواسش نبود که اینا تو اتاق هستن، پرید توی اتاق وسط این زن و شوهر. زن از هولش پرید بغل شوهرش. شوهرم روش کرد به دوست، گفتش خدا خیرت بده که اینو بالاخره به بر ما چیز کردی، اینو به ما باز رسوندی. برابر این داستان هست، داستان‌های زیبا هست که همین نظامی هم اینا رو با تفسیر رو بیان کرده. بعد داستان‌های هندی هست، داستان‌های چینی هست، داستان‌های اون بلبلی که چیز نقل کرده، کریستیان آندرسون نقل کرده داستان بلبل، داستان به نام بلبل. 1000 درجه از همه بلبل‌ها که کنسرت دادن اینا بالاتره اون داستان. خیلی داستان من توصیه می‌کنم. مثلا همه این داستان‌های خوب خوندنیه، فقط بچه‌ها نیستن. ما داستان‌های هانس کریستیان آندرسون رو بخونین، داستان‌های برادران گریم رو بخونین، داستان‌های 1001 شب رو بخونین. 1001 شب هم شگفت‌آوره، این که این رفتن یه 40 دزد بغداد 40 تا آدم دانشمند بودن که رفتن از این ور و اون ور چیز کردن، جمع‌آوری کردن اینا رو در یه چیزی به نام کتاب، حالا اسمش صندوق میزنن، اسم کتاب گذاشتن توی قاری که اون کتاب باشه. اینو علی بابا هم خبر شده که میتونه بره اونجا و بعد فقط کافیه که شما بگین Open Sesame، فیلمش رو شما دیدین به انگلیسی اینا، Open Sesame، سمسم ای سمسم افتته یا سمسم ای سمسم باز شو، و این باز میشه. این کتاب اونجا گذاشتن، این باز میشه، پر از علم، پر از دانش، پر از حکمت، پر از نشاط و شادی و جوانی. کسی پیر نمیشه اصلا، پیر نگردد که در بهشت برین است. صحبت پیری رو نکنید. آدمیزاد یه چیز جاودانه است. آدمیزاد هر روز جوانتر میتونه بشه، هر روز شور و نشاط تازه میتونه پیدا کنه. مولانا گفته که به علت اینکه شما میبینید که بعضی از عرفا کار بچگانه میکنن، برای اینکه بچن، یعنی از شور و نشاط بچگی
و سادگی نمیدونن که چیکار بکنن. بنابراین من زیاد این از این صحبت رو بخوایم ادامه بدیم ساعت ها ممکنه طول بکشه، ولی من توصیه میکنم که کتاب های خوب بسیار زیاده، من خودم هم راهنمایی هم کردم، حالا بیشتر از این هم خواهم گفت، ولی کتاب های داستان های ادبیات فارسی افراد مختلفی نوشتن و این داستان ها خوندنیه و بعد تعریف کردنی هم هست و آدم خودش از شور و نشاط پر میشه، بچه های دیگه و اینها هم میتونه همه رو خانواده رو گرم بکنه. قصه ها خیلی گاهی اوقات این من مکرر اینو گفتم که یونگ چیز ببخشید گوته وقتی پرسیدن بزرگترین لذت تو چی بوده گفته خوندنی که نمایش نامه شاکونتالا، و این خیلی حرف مهمیه، بفهمید که نمیتونی تو این همچی لذتی بهت نمیرسه، چی میخوای لذت ببری که لذت که هنوز از غرغون پایین نرفته خبر نبودنش و خبر مرگش رو به شما میدن که نیست دیگه. برابر این قصه ها رو من توصیه میکنم که گردآوری کنید، منم لیست کاملی تری از اینها تهیه میکنم، چه از ایران، این چیزا ایرانی و فرنگی و غرب و شرق و اینها نداره، اینها بینش های بشریه که به صورت قصه در اومده. انشالله امسال سالی باشه که ما سرمایه گذاری کنیم، اگه 95 سالتونم شد یک بچه که کوچیکی میاد اونجا یه قصه داری که براش بخونیم انشالله.